داستان بسیار آموزنده و دردناک. غسال گفت وقتی که جوان را برای غسل کردن بردیم میخواستیم لباسهای او را از بدن خارج کنیم، اما از بس که لباسهای تنگ و اندامی بود نتانستیم آنها را از بدنش خارج کرده و مجبور شدیم با قیچی لباسهایش را برش داده و شروع به غسل کردن او شویم. اما ماجرا از آنجا شروع شد که وقت سربندی که هنگام مرگ بر سرش بسته بود را باز کردیم. سلام، باز هم در یکی دیگر از ویدیوهای نکس میدیا در خدمت شما هستیم. برای حمایت از ما نکس میدیا را سابسکرایب کنین و زنگوله را نیز فشار بدین. همچنان برای ویدیوهای بیشتر ویدیو ما را لایک کنین و خود را با جهان بیشتر آشنا بسازین. ماجرا از آنجا شروع شد که وقت سربندی که هنگام مرگ بر سرش بسته بود را باز کردیم. بوی بسیار بده و تهوع آوری که حال هر انسان را به هم می‌زد تمام اتاق را فرا گرفت. ما برای اینکه راحت‌تر او را غسل بدیم مجبور شدیم که به دستمال‌های خود عطر زده و پیش بینی خود گرفته و او را غسل بدیم، اما هر کار کردیم نتوانستیم این بوی بد را دفع کنیم. مجبور شدیم میت را 10 بار غسل دادیم، اما هر بار که او را غسل می دادیم بوی بد او نه تنها کم می شد بلکه هر بار از بار دیگر شدیدتر می شد. آخر مجبور شدیم تمام عطرهایی که موجود بود را بر سر مرده خالی کنیم تا حداقل بویش کمتر شود، اما فایده ای نداشت. یکی از خویشاوندان مرده در بیرون اتاق که چند تن از دیگر خویشاوندان این مرده بودند سر و صدا میکردند که این دیگر چه غسال است که مرده میشوید، در حالی که خودش آدم سیگاری است و بو میدهد. وقتی که من از اتاق بیرون آمدم سر و صدایش بیشتر شده بود. من هم دستش را گرفته و او را به اتاق بردم تا متوجه بوی بد میت شود. وقتی که او را داخل اتاق بردم یک لحظه ام طاقت نیاورده و زود بیرون آمد تا اینکه از من معذرت خواهی کرد و گفت اجازه بدین برم تا به همه مردم بگویم که بوی بد بوی مرده بوده نه چیز دیگر. اما من با او اجازه ندادم و گفتم که من چندین سال است که غسالم و تا به حال آبروی هیچ کس را نبردم. این بارم اجازه این کار را نه به تو و نه به خود و نه به هیچ کس دیگر میدهم. پس از کفن کردن نوبت به قرائت نماز جماعت جنازه رسید. یکی از نزدیکان مرده آمد و گفت نماز جنازه را داخل مسجد می‌خوانیم. اما من گفتم نمی‌توانیم این کار را بکنیم چون جنازه بوی بسیار بد می‌دهد و این به احترامی به مسجد است. اما آنها قبول نمی‌کردند تا اینکه من گفتم برویم از امام جماعت بپرسیم که او بین ما قضاوت خواهد کرد. ما از امام جماعت پرسیدیم. او با من هم نظر بود تا اینکه وقت نماز جنازه رسید. اما به علت اینکه جنازه بوی بسیار بد میدهد کس حاضر نشد نماز برای آن جنازه بخواند. من به زور چند نفر که حدوداً به 5 نفر رسید جمع کرده و نماز جنازه را خواندیم. پس از خواندن نماز جنازه من به داخل قبر رفتم تا کارهای دفن میت را انجام دهم. وقت او را داخل قبر کردیم به چیز عجیب برخوردیم. سبحان الله. وقت ما سر او را به سمت قبله می کردیم به یک بار متوجه می شدیم که پاهای او به طرف قبله شده و سرش طرف دیگره، یعنی جای سر و پاهای او تبدیل می شد. من چندین بار این کار را تکرار کردم، اما هر بار که این کار را می کردم دوباره همان اتفاق می افتاد. یعنی سرش خلاف جهت قبله می شد و پاهایش به طرف قبله می رفت. برادر میت از دیدن این حالت برادرش حالش به هم می خورد و ضعف می کرد. من هم حالم زیاد خوب نبود.
نتیجه گرفتم که باید به یک عالم بزرگ زنگ بزنم تا ماجرا را برایش تعریف کرده تا مرا رهنمایی کند. وقتی که بر ایشان تماس گرفتم و همه اتفاقات عجیب را که رخ داده بود تعریف کردم، آن عالم بزرگوار به خاطر کارهایی که من انجام داده بودم عصبانی شده و گفت: ای شیخ، میخوایی چه کار کنی؟ میخوایی نعوذ بالله با خدا بجنگی؟ وقتی که مرده در حالتی که بو میداد، تو باید او را 3 بار میشستی و اگر باز هم آن بو نرفت، تو حق نداشتی که او را 10 بار غسل بدهی، چون خداوند با این کارش میخواست او را مایه عبرت دیگران قرار دهد. وقتی که کس نمیخواست بر او نماز جنازه بخواند، تو حق نداشتی به زور مردم را وادار به خواندن نماز جنازه کنی. شاید این امر خداوند بوده است. و حالا هم که حکم خداوند است که او این گونه در قبر باشد، تو حق نداری بیشتر از این دخالت کنی، چون فایده ندارد. پس او را همان گونه که است برویش خاک بریز. من هم همین کار را کردم. پس از اتمام خاک سپاری، من پیش برادرش رفته و به او گفتم که مگر برادرت چه گناه انجام داده که این گونه غضب خدا بر او انگیخته؟ برادرش اول نمیخواست چیزی بگوید، ولی در آخر گفت که برادرم در زندگی هیچگاه نماز نخوانده بود و صورتش را در مقابل پروردگارش به زمین نزده و حتی برای نمازهای عید و جمعه حاضر نمی شد. بله، ای بود ویدیوی امروز ما. برای ویدیوهای بیشتر نکس میدیا را سابسکرایب کرده و از زنگوله را نیز فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافیست ویدیو ما را لایک و شیر کنین. نظریات زیبایتان را هم میتونین در بخش کامنت بنویسین و خدا نگهدار شما. بار دیگر نسیم جان بخش فطر از سوی رحمت بی پایان پروردگار دمیدن گرفت و حال و هوای روزداران را آسمانی کرد. کانال نکس مدیا ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، فرا رسیدن عید سعید فطر و حلول ماه شوال را صمیمانه به همه مسلمین جهان و مخصوصاً به تعقیب کنندگان خیش تبریک گفته و از درگاه ایزد منان آرزوی سعادت و صحتمندی شما را خواهانیم. نکست مدیا با دنیا بیشتر آشنا شوید.